کز رخ یار یادگاری داریم، هر دم ز فراق یار ناری داریم. یار تو را و یادگار ما را ای شیخ، ما سوخت دلان هم خدایی داریم. بله، باور به اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی و عشق و نیکی در پندار و گفتار و کردار، آرمان هزاران ساله و دیرین ماست که بهش باور داریم و این باور هست که انسانها را در این گهنام، در این جهنم همیشه سرشار از ستم و بی‌عدالتی و نابرابری امید میده تا نبرد کنه. اینجا هم تا بوده بکاری بوده، تا بوده نامردمی بوده، تا بوده ستم بوده، عدالتی وجود نداشته. آنهایی که مهد عدالت بودند، توهی دستان و فرو دستان، از اون زمانهای دور تا به امروز دارش نابود بودن، بهره‌ای نبردن و همیشه فرادست ها، آنهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن، در هنگام هایی حتی سکس رم نیز در اختیار داشتن، مردم رو به تباهی کشوندن. بدین رو من میخوام امروز نکته باز بسیار مهم رو یادآوری کنم. نخست این که ایران ما شوربختانه در این جنگ آخرالزمانی که پیشبینی شده و حتماً به وقوع میپیونده، لب پرتگاهه. یعنی ایران ما یا میشه ایران اهورایی و برتری جهانی میگیره اگر بابک خرم‌دین، یعقوب لیث، رضا شاه، ابو مسلم خراسانی، کسی برخیزه و زمام میهن رو به دست بگیره. اگر این شپش و شیخ و ملا بماند، اون ولی دیگه قضیه میشه، ایران با خاک یکسان میشه، صاف، و بعد همه چیزشو باید از نو بسازید. دفعه اول هم نیست این بلا سرش میاد، از هزاران سال پیش همواره بخشی از بشریت، بخشی از مردم خواهان نابودی ما بودن. ایران ما فیل بوده، اژدها بوده، گربش کردن، و این با مهر اهورامزدا بوده، مهر خدا بوده که این یار رو با یادگاری ها نگه داشته. شما ببینید، پیش از این من به شما بارها گفتم در کتاب مقدس ارمیا نابودی ایران رو طلب میکنه، زندان هست، از زندان که میاد بیرون و و و اونا رو گفتم برید چردشو بخونید ببینید. از قدیم میگه از هر سو بادی خواهد اومد، یعنی موشک موشک ها بمباران ترتیبی را خواهد داد. خب دادن هم همون موقع، اون موقع قدرت ایلامیان بود، بر جهان حکومت میکرد، ایلامیان را از بین بردن، رفت زیر خاک. بعد از اونم بارها و بارها کشتی نوح، افسانه نیست، بارها به وقوع پیوسته، زبده ها، نخاله ها، زیرک ها میرن یه جایی، حالا که دیگه فضا هست، حالا که بلیط هواپیما برای فضا میفروشن و کرات دیگه و اینا، ولی بقیه باید اینا شپشن، پشن، این پشه هایی که میگن این آقای چیز درست کرده، میلیاردی فرستاده، خود امریکایی گفتن، پشه هایی که میاد این ترتیب میده باید برن. وام. حالا ایران لب پرتگاهه. اگر یک یادتونم نره، این از ذهنتون بیارید بیرون همیشه، که میگه آقا یک نفر باز میگه، یک دیکتاتور باز میگه، یک رضاشاه رضاخان باز میگه، همیشه اون یه نفر است که پا میشه ترتیب میده، بقیه پشت سرش را میفتن. رضاشاهی که از سربازی پا
پا میشه ایران را آزاد میکنه. بعد یاران و اندیشمندان و یه مشاورانشو که میدونی بهش میپیوندن، همیشه همینطور بوده. ما الان از صدر اسلام بدبختریم، چون صدر اسلام در اون روزهای نخست اینقدر انقلاب شورش بزن بکوب ایرانی ها میکردن که چی کنیم. مسلمان هم گریه کنید، روشن فکرام گریه کنید، تلویزیونی هم رادیو چی هم ویجترن هم ویرژین هم غرسی ها دماغی ها منقلی ها گریه کنین دارم میام. خانوم بخون خانوم. نه صدا همچنان یه مقدار توش لاکچر داره، یه مقدار هنوز راسته، یکم چپش کن. مارکسو بیار توش، از پشت لنین ببر فرو کن تو استالین. فقر رو بیار بشپون تو چشش. بیا حالا ارمیا که اون موقع میخواد ایران نابود بشه، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، نمیدون این تاریخ ها اینا فیکس نیست، 7000 سال پیش تمدن ایلامی ها مثلا از بین رفته، نمیدونی ایلام یا نمو ایران. وقتی من تقویم 7000 ساله رو سال 1980 به بعد 84-85 در می آوردم، همه می خندیدن. آقا بابا این سیاوش عوستم، همه می خندیدن. امروز هر روز که می گذره یک شهر سوخته پیدا میشه، یک سیل که کاشان پیدا میشه، یک دختر 7000 ساله در تهران از زیر خاک ها در میاد. هر روز که میگذره مهری که اهورامزدا پرتو نوری که در فکر من انداخت، در فکر محمد رضا شاه انداخت، در فکر رمان گریشمن انداخت، رمان گریشمن که بیاد از تخت جمشید زیر خاک در میاره، آریامهر هست که میاد نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو در پاریس میذاره و تقویمش رو سیاوش اوستاد میاره. فقط یک نفر یادم اون موقع روان شاد، یک یار مهربان، یک رفیق خوب، شجاع الدین شفا. خیلی دیگه، ولی شجاع الدین شفا چون همیشون میجاستی و میگه من بیروز با هم بودیم، گفت افسوس زمان شاه ما تو رو نداشتیم. گفت اون موقع من از دنیا نیمده بودم که اون موقع شما اگه گفت آره تاریخ 7000 ساله اگه ما اون موقع میداشتیم، من رفتم اسرائیل جشن کوروش رو دیدم، برگشتم به شاه پیشنهاد کردیم که تاریخ مون رو بکنیم کوروش 2500 ساله و اونم قبول کرد. ولی میدونید که این تاریخ رو زمانی که 6 ماه مونده بود به بیشتر 8 ماه اینا مونده بود که پادشاه از کشور خارج بشه، این تقویم رو لغوش کرد، گفت اشتباه تاریخی کردیم، تقویم شاهنشاهی لغو کرد. بعد استاد ذبیح بهروز تقویم آخرین زرتشت رو 3000 خورده ای آوردن. درود دارم خدمت خانواده عزیزش که پاریس می آمدن پیش من، حالا دیگه مدت ازشون بخبرم. و تاریخ اپریل رو داریم که باز اون هم ایرانی ها در آوردن، ایرانی های کلیمی در آوردن، یهودی در آوردن و اینها. ما مهر اهورامزدا اومد و این تاریخ 7000 ساله خلاصه این تاریخ ایلامیان هست، تمدن نخستین تمدن بشری که در موردش بسیار صحبت کردم. شما برای اینکه مطالب ما را آگاه بشید خواهش میکنم که حتما به روی گوگل یوتیوب اینا بزنید. بعدم الان یادتون نره چون هی صفحات بالا میره پایین میاد اینا، بایستی هر سوالی که شما دارید یک سیاوش اوستا به فارسی به پارسی اضافه میکنید روی گوگل میزنید، یا یک عالم ویدیو میاد اطلاعات میاد بتونید گوش کنید. مثلا تقویم 7000 ساله سیاوش اوستا، اطلاعات میاد. زرتشت سیاوش اوستا، اطلاعات میاد، گوش میکنید به دیگران مدرن میکنن. آیین اوستا سیاوش اوستا، علیرضا پهلوی، لیلا پهلوی چگونه کشته شد سیاوش اوستا، همه سوالتون رو مختصر که میذارید روی جستجوگرها مثل گوگل و یوتیوب و
و دیگه بیشتر روی گوگل هست. اکس یواش اوسته پارسی تایپ بکنید کنارش، اینا بیاد. گوش کنید، دانشتون بره بالا. دانش ما الان خیلی پایینه. ما دانشمون شده خطی، سانتیمتری هستیم. ما دانش کیلومتری نداریم، دانشمون خطی شده. به خاطر همین هم هست که داریم نابود میشیم. حالا من با آگاهیتون میرسونم، بارها گفتم، امروز میخوام قاطع بهتون بگم که ببینید در سالهای آینده، معمولا از 2030 آغاز میشه، یعنی 6 سال دیگه، پول وجود نخواهد داشت در جهان. اسکناس و دلار و ملا، پول همه تو کامپیوتر خواهد بود. همه بیت کوین که میبینین، پول اینجوری میشه دیگه. پول دستت بگیری لمس میکنی نیست، درست مثل بازی های بچه ها دیگه نه عروسک دارن، نه توپ دارن، نه فلان دارن. پای کامپیوتر، توی تلفن، همه بازی ها داره. تازه بیشتری بازی ها بازی های جنگیه. پلی‌استیشن اگه داشته باشن، تو پلی‌استیشن بازی های فراوانی هست. هواپیما سواری هست، ماشین سواری هست، خونه سازی هست، اینا خیلی کمه. ولی من از آریا پرسیدم چند تا از این بازی ها هست تو این که جنگ رو نشون میده؟ گفت حدود 100. یعنی الان همه بچه ها با کامپیوترهایی که تو خونه دارن، بچه هر کی میخواد باشه، بچه این دیگه جنی شده، جنگی کار میکنن. با ملت دستشه و انواع جتی ها داره و خیلی چیز دیگه. به هر حال اینا همش جنگی. یعنی بچه را از الان کودکی خردسالی بهش جنگ رو یاد میدن، بعدم اینا میرن میجنگن. میبینید که الان جنگ ها روز به روز داره بیشتر میشه. الان حدود 40 کشور در حال جنگ هستن، بیش از 40 کشور دارن میجنگن و این رشد پیدا میکنه. و هدف اصلی هم نابودی ایران هست، یعنی ایران باید با خاک یکسان بشه. چون ببینید این رو گزارشی است که در غرب منتشر شده، میگه بین تمام این تقریبا 200 خورده کشوری که وجود داره، چهارمین کشوری که ذکاوتشون IQشون بالاست ایرانیان. ایران چهارمه و ما ذکاوتمون خیلی بالاست، ولی تکرویم. تکرو، متحد، همبسته، هم نوع، دوست نیستیم. ما همه به هم فحش میدیم، ما درگیریم و از این اتاق میریم تو اون اتاق، به اینایی که تو اتاق نشستن فحش میدیم. اون تو اتاق که جامون عوض کنیم، باز به اونایی که نیستن فحش میدیم. درگیری، حسادت، رقابت، این شیوه بسیار بدی است که داریم، خصوصا که تو این 45 سال این خیلی رشد کرده. الان هیچ خدایی رو ما بنده نیستیم، با همه بدیم، با همه فحش میدیم، درگیریم. برای همینه که فحش دادن، یادتونه من میگم وقتی که آدم کاری نداره بکنه، فحش هم بده اشکال نداره. وقتی که تو دیگه نمیتونی تیر بزنی، حرف بزنی، کاری بکنی، خب بیار فحش میده، خودشو خالی کرده. مثل اینه که تو دریا، توی دشت، بیابان، کوه داد بزنی، خب با فحش. ولی الان با فحش نمیشه کاری کرد بچه ها. الان باید سعی کنیم که هم میهنمون رو لااقل، هم زبان و هم آوامون رو دوست داشته باشیم و باهاش خوب باشیم و مهربانی کنیم و حتی با دشمنان فرعی پایین خودمون بحث کنیم. بالایی باید نابود بشن. با بالایی نمیشه بحث کرد. بالایی از خر شیطون نمیاد پایین. اونا هم کمن بالایی ها. برای همین مثلا الان که مسئله زدن ایران اگه مطرح هست، من اینو بارها گفتم، حتی سال 2009 بود اینا کمتر، اینا میخواستن تا به ایران حمله بکنن. من یک مصاحبه مفصل جهانی کردم که در سطح جهان العربیه پخشش کرد، گفتم حمله به ایران گرد ایران میفته که گرد تو چشم همه میره، سرویس میشید، دنیا نابود میشه اگر ایران کسی رو حمله کنه. من مخالف جمهوری اسلامی هستم، دارم باش میجنگم 45 سال الان همه زندگی من گذاشتم و ولی ایران وطن منه، به ایران اجازه حمله نمیدیم. الان هم قاطع من میگم چرا حمله بتونیم بکنیم به ایران؟ حمله میتونیم بکنیم. اونجور که به یمن الان حمله میکنن، تمام زیر ساختاراش دارن میزنن به عراق و جاهای دیگه، سوریه و اینا، به ایران ما چنین اجازه ای نخواهیم داد که زیر ساختار ما. به ایران میخوان حمله کنید، ما استقبال میکنیم. 5 جا رو برید بزنید، 5 جا رو اگر رفتید زدید، ما استقبال میکنیم. 5 ارگان قدرت جمهوری اسلامی ایران، بارها هم گفتم، میدونید کجاش؟ 5 با آدمای توش، همونطور که صدام حسین رو ترتیب شده دادید، همونطور که قذافی رو ترتیب شده دادید،
همونطور که نیکولا چاوچسکو رو ترتیب دادید. اینجور زدن رو ما مخالفش نیستیم. اما اگر بخواید برید مسی کشورهای دیگه منطقه که زدید زیر ساختارا اونا رو نابود کنید که مملکت ها داغون بشن براش و آماده اون چیز جهانی بشن، اون رو ما موافق نیستیم. خصوصا که من اینو به شما بگم بچه ها، یک نکته خیلی خوب گوش کنید، اینم هیچ که بهتون نمیگه، اینو گوش کنید که ما سالیان سال دشمن در خانه اومده احزاب و گروه های مختلفی ساخته، همونطور که برای سقوط شاه ایران هم حسینی ارشاد ساختن که فوکل کرواتی ها رو مسلمون کنن و هم مهدیه کافی رو ساختن که پایین شهری ها رو با مهدی جان مسلمون کنن و اینا رو بیرون تو خیابون شاه رو سرنگون کنن. همیشه استعمار به همه فکر میکنه. حالا یک تشکیلاتی رو که اینا از سالها قبل ساختن، حتی زمان محمد رضا شاه، اسمش هست انجمن حجتیه، انجمن حجتیه و مهدویه. این حتی در مشهد ما حاج آقای عابدزاده‌ای بود که ایشون اومده بود 12 تا بعد منم 14 معصوم مدرسه درست کرده بود که آقای مدرسه شاه دولتی به درد نمیخوره، درس میخوان بخونین بین تو جوادیه، تو تهران مدرسه علوی هم داشت میکرد باشه، تو سجادیه، تو به نام 12 امام 12 تا مدرسه. ببینید پولی که یک حاجیه که خودش تنبونش نمیتونست بخره که نداشت، که اینا رو انگلیس استعمار میداد بعد میگفت ما به من بازاریا دادن، دروغ میگفت. بازاری که میلیون نمیتونه بده، مثل حسین ارشاد ساختن گفتن بازاری ها پول، دروغه، پولاش از عربستان سعودی اومده جا. الان هم اینا بارهای این مسئله فینانس اینا رو هم گفتم بهتون، حاجی عابدزاده اینا ساخته بود، بعد این کارشی بود که مهدی پرور از شوق وصال امام زمان دستی برار این میخوند، مردم رو خر میکرد به شوق مهدویت، ظهور مهدی که البته از سوشیانت ما گرفتن اینا، که یهودی ها هم یه فرقه ای هستند که با جمهوری اسلامی کار میکنن، میروش مشیار که دیدین با ناتولی کارتارا، اینا معتقدن که تا مشه ظهور نکنه نباید دولت اسرائیل تشکیل بشه، برای همین میبینین اونا هم با اسرائیل مخالفن، به خاطر همینه میرن نیویورک هم تظاهرات کردن با احمد نژاد به رفع احمد نژاد. اینها مهدویون هستن، این مهدویون از تشیع تو ایران، انجمن حجتی و مهدی تو ایران. این رو خمینی چون انگلیس و استعمار جناح داره دیگه، از اون جناح دیگه بود، با این مهدویه و انجمن حجتی مخالف بود، به خاطر همین دستور داده بود از اول که به هیچ عنوان اینا وارد حکومت و قدرت نشن. اون سالها من یادم فردی به نام آخوندی، این رئیس انجمن حجتی بود، یک آخوند بود که اسمش آخوندی بود، یک پاشم لنگ بود، لنگی میزد وقتی راه میرفت. این قاسم خزعلی که مشاور خامنه ای بود، پیرمرد آفت الله آیت الله، این ابوالقاسم خزعلی میاد یک روز این آخوندی رو برمیداره میبره پیش خمینی، میگه آقا اینا یک تشکیلات دارن، انجمن حجتی است، میگه میشناسمشون، خانم خدا میخواد حرفش رو قطع کنه، بیرونش کنه، میگه قربان، ولی انجمن حجتی تشکیلات قویه، این تشکیلات ضد باهیت فعالیت میکنه، اینا ما میتونیم از این تشکیلات الان استفاده کنیم علیه مارکسیستا، چریکا، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، اینا رو ترتیبشون بدیم. با چنین پلیتیکی اینا رو وارد قدرت میکنن. بعد شما همه اینایی که ایرانی ها رو قتل عام کردن از لاجوردی بگیر، تو بیا دیگه تا هر کی دیگه میخوای، خود خزعلی که بهتون گفتم دیگه اون میاره اینا رو، و و و و تا همین الان وارث اینها همین سعید جلیلیه، چون اینا این بچه مشهد من میشناسمش، این بچه وقتی تو خیابون مدوید مهدوی بود، البته اون موقع من نمیشناختم، نه اونا دوستای دوربرش که بعد بزرگ شدن دیدم اینا مال انجمن مهدوی هن. اینا خودشون یه فرقه خاص آخرالزمانی هستن، یعنی جنگ آخرالزمان رو بهش معتقدن، یعنی از حمله به ایران اینا استقبال میکنن، ایران با خاک یکسان بشه اینا استقبال میکنن. اونایی که خرن شعور ندارن سر جای خودش، ولی اونایی که عقل دارن شعور دارن در خط استعمار جهانی دارن کار میکنن، که استعمار جهانی میخواد چند میلیارد نفر رو به چند یک میلیارد برسونه،
بقیه مثل شپش، مثل پشه امشی بشن، داغون بشن و اینها. و و و بهانه چیه؟ بهانه اگه میخوای امام زمان ظهور کنه باید جنگ را بیفته، جنگ آخر زمانی. ولی اینا نمیفهمن که آخر زمانی و فلان اینا تئوریای اوستایی زرتشتی است. من امروزی درس به شما میدم، قبلا هم دادم، یاد بگیرید. ببینید هر موقع یک زمانی، یه پریود میگن فارسی، تموم میشه یک زمان دیگه شروع میشه، او قبلش بوده آخر زمان. مثلا یه موقعی آدما تو جنگل زندگی میکردن، عزیز تارزان دیدین فیلمو، عزیز درخت بود، تار وقتی که گله مذاب آب میشه و بعد درخت ها میاد بالا، اول جنگلی زندگی. اینا کسای دیگه بعدن گفتن نیست، نه حرف سیاوش اوستا رو بپذیرید، جنگلی بوده. اینا تو جنگل زندگی میکردن، او عصر جنگله. بعد عصر جنگل اینا درخت ها کم میشه کم میشه کم میشه، کوه ها ظاهر میشه، جش اونجا زمان عصر قار نشینی هست. تو قار میبینن بابا درخت ها دیگه سایبون مایبون میبینن، باد میتونه جا میبینن، قار نشینی رو یاد میگیرن، توی قار میشینن. او آخر زمان جنگل نشینی است. جنگل رو میکنم برای حیوان آخر زمان شد. یه زمان تازه شروع میشه. قار رو که میبینن آتش رو کشف میکنن، هوش و هنگ، هوشنگ آتش رو کشف میکنه، یک دوران دیگه سم میشه. عصر حجر عصریه که بعدی، عصر حجر پشت سر گذاشت میشه عصر فلزه. عصر فلز و اینا که تمام میشه همجه عصر میره تا میرسه به یه عصر جدید ما، با اون عصر جدید چارلی چاپلین عزیزم فرق میکنه. این عصر جدید عصر کامپیوتر رایانه، انتلیجنت ارتفیسیل، ذکاوت مصنوعی است. این ذکاوت مصنوعی رو الان تو اگه پیغمبرم باشی، خدا هم باشی رو زمین، حتی نه او خدای ما، الله باشی، استاد دانشگاه باشی، 6 تا دکترا داشته باشی، اگر رایانه رو نشناسی نمیفهمی من چی میگم. این جدیده اینه که همین عینکای آپل رو دیدید یا ندیدید؟ ندیدید. حالا فیلماشو برید ببینید. الان دیگه دنیا مصنوعی همه چیزش، ولی واقعی هممتان که همزمان، هممتان یعنی همزمان. همزمان که مجازی حقیقی، تو عینک میزنی به چشمت، خوب گوش کن، تایپ میکنی تو هوا، تو فضا تایپ میکنی، تایپ میکنی، عینک به چشمته، نامه میمیسی برای من، برای ننت، عمت، خالت، بیبید، میره، بعد میزنی آنواف به فرانسوی، سند، میفرستی، فرستاده میشه. تو علکی اینجوری کردی، او شده. حرف میزنی، عینک به چشمته، میری مشهد، میگی برم مشهد ببینم چه خبره، این نوغون تا پل محله، چی شده با وضعش چی جوری، مردمش چی جوری، تبریز برم، اصفهان برم، شیراز برم، وای، وای، زاهدان برم، سیستان و بلوچستان و کردستان برم، خوزستان برم، کجا رو نگفتم، شمال سرسبز رو برم. عینک به چشم تو میری، تو میری با ماهواره میزنی آدرس، با اونجایی که توی مپ نقشه گوگل میبینی، اونجا شما وقتی میزنی این عینک به چشمت تو میبینی، یا مادر خونده تو رو میزنی، او رو میزنی، با عمت صحبت میکنی، با بیبیت صحبت میکنی، واتساپ واتساپ برام جو صحبت. اصلا تو باور میکنی من اینکه دارم بهت میگم؟ باورت نمیشه. ولی فردا میزنی به چشمت، میخریره، میبینی دنیا همینه. دنیا اینه، این دنیای جدیده. با این دنیای رایانه، با این دنیای ماهواره چی یا گذشته از ماهواره دیگه، با این دنیا تو وقتی هنوز نمیتونی تلفن تو بزنی روی مکالمه یا نوشته، به من روز 10 بار علکی زنگ میزنن، 10 بار نه، ولی روزی چند بار زنگ میزنن دیگه. میدونی چرا؟ اسم من اگه به اوستا بگیرید، اوستاست با آ شروع میشه. اگر به عباسی بگیرید، باز با آ شروع میشه. همیشه اون بالای این مایا رو تا یارو رو تلفن رو تق بزنه و دیدی زنگ میخوره. بعد بعضی که من خوب میگم نمیشناسم، ولش بعضی ها میبینه بابا این رفیقمون رو یه زنگ زده اینا، بهش زنگ میزنم. حالا آقا چه خوب کردی اوستا جان زنگ زدی، دلمون خیلی برای تنگ شده بود اینا. من میگم خارماده یاره این زنگ زده بود که الان ما زنگ زدیم دواب شدیم. من خودم خراب نمی کنم که رفیقم خراب بشه،
نمیگم آقا تو زنگ زدی من زنگ زدم، چون میدونم نمیفهمه انگشتش خورده، زنگ خورده با واتساپ بوده، با تلگرام بوده، با اینستاگرام بوده، حالا که همه جام کوفتی زنگ دارم زنگ میزنم. تکنولوژی اینه، وقتی تو نمیتونی استفاده ازش بکنی دیگه اینجا جا نداری، باید بری. اونم که میتونن استفاده کنن بچه‌هام اینه که دنیای دیگه است و جنگ آخر زمانی شروع میشه. همه بهانه رو درست کردن میکنن. اولین بهانه بود که هواپیمای TW رو زدن چند سال پیش که به ایران حمله کنن، گفتن ایران زده. همون موقع من با یک ژنرال فرانسوی که مشاور رئیس جمهور بود میتران آوردمش تو رادیو ما باش مسابقه کردم، گفت اصلا نمیتونسته ایرانی رو هواپیما رو بزنه. حالا کمپانی چون خود ایران با شریک بود بعد از زدن اون اصلا ورشکست شد، پول ایران بالک شد. این که 54 تا کلک دیگه زدن که به ایران حمله کنن، نشد. چون کلک اولشون که با عراق بود حمله کردن، تو مردم دلیر و سلحشور و جانبازان و ارتش شاهنشاه ایران رو نجات دادید، قربونتون برم همه. حالا من که چند روز اومدم تو جنگ، ولی شما که ایران رو نجات دادید، پیروز شدید، با هیچ، همه افسرها رو کشتن، سردارها رو کشتن، عمرای ارتش کشتن، بعد چشید آنها بود کردن، شما هیچ، پیروز شدید بر صدام حسین، نتونستن نابود کنن. حتی زمانی که عمرای ارتش بودن اینا می‌خواستن کار کنن که عمرای ارتش بیان بیرون تیراندازی کار، وقتی شاه رفته بود که مردم بریزن، یک دانه نظامی هم زنده نگه ندارن، با دندون اینا رو بخورن، ولی ارتش شاهنشاهی ذکاوت اونجا به خرج داد، تیراندازی نکرد بر اساس فرمان شاه که گفت من نمیخوام روی خون حکومت کنم. چی میخواد؟ این گربه هست اومده اینجا باز، این جیلبر، آقای جیلبر، این آقای جیلبر، بیا 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 یه سلام اینجا. این میاد، خیلی پسر خوبیه، خیلی با معرفته، خیلی فهمیده است، خیلی آقاست. 3 کیلومتر من دورم، داد میزنم بیا غذاتو بخور، میاد. این سبیلای اینا رو میبینید گربه ها رو؟ اینا درسه، الکی نمیاد گربه اینجا. این سبیلای گربه ها رو میبینید؟ اینا آنتنه، آنتن دارن، صداش میزنن از فاصله چند صد متری میاد. بعد اینقدرم مهربون با وفاست فلان. من حیوان زیاد داشتیم، مارول داریم، این دلمسیان دخترم مورگان داره، اینا همشون بچه های خوبی هستن، انسان های خوبی هستن. ای کاش ما ذره ای از حیوان، انسانیت، نظم، عشق، مهر اینا رو یاد میگرفتیم، آنتنمون بگیریم. این جنگ جهانی بایستی راه بیفته، پس مهدویت. حالا توی ایران ها بهتون بگم دیگه، توی پول نخواهد بود از 2030 به بعد، شما پول ندارید، کارت شناسی همه داری نداری، با می تلفنت میذاری همه کار تک 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 میکنی، مالکیت نداری، خانه منه، زن منه، هرچی که من بوده همه میشه عمومی، مالکیت خصوصی وجود نخواهد داشت، زن و همسر مال من وجود نخواهد داشت، آزاد زنت، مردت، برو هر کار داره، شما حرف میزنی کلت میکنن، الان هم میکنن. مؤدب باشید با همسرانتون، چه زنها با مردها، چه مردها با زنها، خانواده رو حفظ کنید، زرتشتی باشید، اوستایی باشید. طلاق ما نداریم، جدایی نداریم، بلحوثی نداریم. چشاتو ببند شب، فکر کنی همون خانمیه که تو خیابون امروز دیدیش، بلحوثی نکن. فکر کنی همون آقاییه که الان آلون دولون پیر شدی، بلحوثی نکنید، انسان باشید، با انسانیت. چشتو ببند، مال تو چه زنت چه مرد، بهترین، زیباترین، اینا همه از بین میره. کسی خونه نداره دیگه، کسی نمیاد بگه این مال منه، این همه چیز قسطی، همه چیز با بیت کوین، همه چیز تو اردیناتوره، تو کامپیوتره، تو تلفنته. این فردای جهانی است که نوشته شده، سرنوشت، ولی کسی باشه میتونه بیاد اینو به هم بزنه. اگر قدرت بگیره مخالفی، اگر قدرت بگیره میتونه این نظم رو به هم بزنه. تا الان اینا بردن، تا الان اینا اکثریت جهان در دستشونه، اکثریت جهان رو بردن. ایلون ماسک هم که پسر خیلی خوبی، من دوستش دارم، نسبت بقیه فرق کنه، اصلا اون تاجر اول فروش فضاست، چه سفر چه جا تو کرات دیگه.
حالا مخالف این هست و مخالف اون هست و اینا رقابت های اقتصادی سیاسی اندیشه‌ای هم هست، آدم ها که ساندویچ نیستن. ولی خب بهتر است که ایلون ماسک ها در دنیا، جف بزوس ها قدرت بگیرن تا دیگران. از اون طرف میدونید که بریکس هم هست. الان شما مثلا جمهوری اسلامی رو نباید فکر کنید که چهار تا ملای شپشون. جمهوری اسلامی آقای پزشکیان وقتی که اومد، روز اول، اولین روزی که اومد، نامه داد به همپیمانان خودش، روسیه، چین، دیگر کشورها، حتی عربستان سعودی، نامه داد، گفت چاکرم ما همپیمان هستیم، همپیمان هستیم، مشترک المنافع هستیم، ما با هم هستیم. الان هم دوتا کمپ ساختن و از اون طرف اونا ببینید، الان شما در نظر بگیرید تداوم جنگ در منطقه که در اینقدر طول میکشه، چون همین قدرت ها اونا پشت قضیه هم میخوان که ادامه پیدا کنه. ولی اونجا یک نفر هست، چموش بنیامین نتانیاهو. او بنیامین نتانیاهو نمیخواد وارد فاز بشه، میخواد فاز برتری رو حفظ کنه. البته تا الان به زیان یهود عمل کرده، چون نجات پرستی رو تو دنیا رشد داده. نجات پرستی انجمن حجتی و مهدوی از خداشه که رشد پیدا کنه، چون میگه اینجور دیگه یهود و مسلمون هم دیگر میزنن میکشن در داغون میشه، امام زمان زودتر میاد. دارمین این موارد رو تقاضا میکنم که خیلی قشنگ و ریشه‌ای برخورد کنید باش و بدونید که انجمن حجتی در ایران الان بالاترین خطر برای ایران اهورایی است. البته با مهر خداوند بزرگ، چون همیشه سرزمین رو از هر بلایی اهورامزدا نگه داشته، حتی از اون بزرگی آمده خوردوش کرده، الان قدیر گربش کرده، باز شما هستین بچه ها، شما عزیزان ما هستین، چند میلیونین هستین. او پیرپاتالا اکثریت خاموش هستن، نمیفهمن اونا تبلیه، نمیفهمن اینترنت چه، اینستاگرام چه. این کاری که شما میکنین در رابطه با تاریخ ایران، این فیلمایی که میسازید، این فیلمای خیلی قشنگی که میسازید، مردم باید پخش کنن نشون میدن، کاراتون عالی است. ساسانیان نابود شده، اقتدار خسرو از بین رفته، کل شاهنشاهی ایران بی‌معنا شده، هفت خاندان اشرافی درگیر شده، یکی برخاست از خراسان هلاک شده، به انتقام پدرش که سر به نیست شده، همه ارتش ایران شهر را شکست داد، انگار فاتح شده. 10 سال ساسانیان را بر اقتدار خود نگه داشت، گویا اجبار شده، به خاطر وفاداریش در نبردی اشتباه حضور یافت که گفتند تباه شده. پس خیانت به یزدگرد را نپذیرفت و گفت رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، سپهبد سالار شکست ناپذیر ایران، رستم فرخزاد. برای دیدن اسطوره های بزرگ ایران همین الان پیج ما رو فالو کنید. قاصدک یه چیز یوتیوبه، اینقدر کارهای قشنگ کرده، داره میکنه، دانشگاه درست کرده. قاصدک رو برید فیلمای رو یوتیوب ببینید، ذهنتون بره بالا، فهمتون بره بالا، شعورتون بره بالا. این عینک تازه آپل که اومده رو بفهمید، جهان رو با این عینک باید ببینید. این عینک ها دیگه به درد نمیخوره، با این آپل ها که جدید اومده اجری میکنی تایب میکنی ها، تایب حرف بزن، بگو دوست عزیزم آقای مهربان، درود دارم، حالتون چطور، خوبید، من این نامر برای شما میفرستم به خودی. خب خدافظ. تک انگشتو میزنی، تایب میکنی، انگشتو میزنی، بفرست، میفرست. تو داری تو خیابون راه میری، اینجوری علکی کردی نامه میرسه دست رو. باورتون میشه؟ نرو بچه هاتون باورشون میشه. به بچه های کوچولو بگین به نروشون یاد بدن جهان در خطره، مولب پرتگاه هستیم، انجمن حجتی امکان داره ما رو به نابودی بکشه، چون جنگ حتمی است. ولی در این جنگی که حتمی است، ما یا بایستی آریایی قوی قدرتمند باشیم، یا باید هپلوپی بشیم مثل سعید جلیلی، بی شعور باشیم، هی بگیم اون کار نباید بکنیم، این کار نباید بکنیم، باند بدن سعید جلیلی یک نفر نیست، اینا انجمن حجتی وحدی یک تشکیلات ضد بهائیت اینا فعالیت می‌کرد. اینا باز تو پرانتز میگم، خوب گوش کنید، این باهایی هم خودشون به شما نمیگن، چون شاید ندونن اصلا تفلی ها. بشکه من اون سالا گفتم آقا نگید دین بهاییت، بگید آین بهاییت.
از موقعی که اینا گفتن آیین بهایی، جان بهاییان در ایران بهتر تأمین شد، چون تا میگفتیدون میگرفتن میگشتن آیین. خب یکی، حالا نکته دوم، شما بفهمید بهایی عزیز، خود شما این رو نمیدونید، انجمن حجتیه و مهدویر انگلیس رو ساختن، چون انگلیس از اون هفت خطان دیگه، یادتون نره انگلیس تکرم مقلسم از اون پشت خنجر هر بزنه. بهاییت در ایران چون یک انقلاب فکری بود، یک تحول فکری بود، قرة العین با نام زرتشت و آتش و نور کنفرانس خودش در دشت مغان میذاره، یک نوگرای آریایی اهورایی است قرة العین طاهره، و اون فرمانده رهبر بالای مذهبی است، طاهره فرمانده زن. حالا این به من گفت، در گوش من گفت، خودش اومد گفت، گفت ما تمدن تکنولوژی مدرنیتر میخوایم بیاریم به بچه همونم بدیم و فلان اینا، برامی روسری بر میداره اوریان میره تو حمام، کاری که نخوان سال 2030 اون موقع کرده. خب انگلیس میبینه این دانشمندایی که دارن ساخته میشن با این تفکر خطرناکه، چون دانشمند رو نمیخواد، اندیشمند نمیخواد، خر میخواد، خر باید بچه سینه بزنه، زنجیر بزنه، اینا رو میخواد، بیگانه اینا رو میخواد. حجاب ریاضدانی نمیخواد که، حجاب ریاضدانی روانش شد، همه جا بانک صادرات زده بود. کجا من خیال میکردم، فکرم میرسید که یک روز این با این مقدس زاده حسن پسرده ما تو هواپیما، بعد میگه که ما آره ما مشهدی، میگه تو مشهدی، میگه آره حالا دارم موی همون، بعد میگه میگه ما پسرده ای، حالا پسرده ای بابای ما سیاوش اوستا، میگه میگه تایر گفتم دیگه ما رو مسخره میکرد. اون چه گفت بابا هر کی من میبینم میگه پسر خاله سیاوش اوستا این فر اینا، گفت نه مشهدی خود، گفت خب تو اگه تا شما رو من میگه بگو من یک زن میزنم. ایشون هم به ما داد حسن شماره رو، ما دو ما زنگ نمیزد، یه روز زنگ زد گفت با زنگ میزن دیگه، به ما زنگ زده میگه چه زنگ میزنه، گفتم تلفن من بدون زنگ میزنه دیگه، گفت بابا آقا جبری هستن دیگه تو، دیدم راست میگه جبر، زنگ زدم دیدم بابا روانش شد، کسی رو که ما آرزو داشتیم اصلا حجابری هستن، آرزو داشتیم توی بانکش بریم، آرزو داشتیم بکنم او رو میر ورزی به من کرد، بعدم دعوت کرد برم مکزیکو. این با مثل خیلی ها همی اتفاق افتاد اینا. حالا خواهم میگم کسی که میاد اقتصاد ایران رو با تحول میکنن اینا، خب اینا انگلیس نمیخواد باشه، میاد انجمن حجتی و مدرن میسازه که به بهایی فوش خوار مادر بدن، به بهایی دروغ ببندن، به بهایی هر چه که نکردن رو بگن نکردن، آقا دروغ هایی، آقا تخمرق اینجوری درست میکنن، آقا نون اونجور کباب میکنن، آقا خانمش اونجوری، همین مزخرفاتی که سید جلیلی و افراد شوخاجی عابدزاده و آیت الله آقای آخوندی و محمود حلبی، محمود حلبی هم یکی از رئیس اولین، محمود حلبی آخوندی، محمود حلبی حاجی عابدزاده، به چهار مزاحی به چهار خر، من از خرام زیاد دیده بودم، من گفتم بابا تو نمیدونین بهایا، بعد بعدن دیدم نه این عقل رو دارن میذارن، خرد رو، پیشرفت و دانش رو. شما همی الان در نظر بگیرید یهودی برتری که در جهان داره کسی شک نداره بشه، چون با عقلش کار میکنه، با عقلش جلو میره، حسودیشو میشه بقیه. برای یهودی هم انگلیسه دارن توطئه میکنن و کردن رو میکنن. دکتر سیف الدین نبوی به خود من صحبت کرد، پزشک ویژه امینی، شاه، آیت الله بلوچردی، خمینی، طالقانی، نابغه بود، تو پاریس بود، آخر عمرش اومد پیش من، اطلاعات مهمی رو من داد که خمینی چجو زدن کشتن خود اینا، طالقانی چجو زدن کشتن خود اینا. ایشون برای من تعریف میکرد، میگو ما دانشجو بودیم از اینجا از پاریس و بلژیک و اینا پاشدیم تا کشتی شدیم برای دوره آزمایشی و آموزشی بریم فلسطین، تو کشتی سوار شدیم با انگلیسی ها رفتیم، میگه تا رسیدیم دیدیم از ته کشتی یک عالمه
پناهنده آمدن بیرون. اینا یهودیایی بودن که میرفتن به فلسطین. میگه یهوی پاشا نامی بود، جنرال فلان انگلیسا، گفت ببندیم بر اکبر. بشنو بشنو، میگن اسرائیل انگلیسا سبن. آقا میگه اینا رگبار بسته کشتون، ما در رفتیم اومدیم زیر صندلی اینجا قیم شد، بعد قدرت رفتم پیش یارو گفت آقا من ایرانی هم، من هم میگه برو بر فالکان خب. بعد میگه گفت امشب شبیه که اسرائیل استقلالش اعلام کرده، سازمان ملل چه کرده، انگلیسی داره میگه توی حیفا. میگه گفت تو تاریخ هست، اینا رو برید تو تاریخ بخونین. انگلیس تنها کشوری هم هست که بین کشوری که رأی نمیده به شکل گیری اسرائیل. میگه گفت ما یک شب نخواهیم گذاشت اسرائیل راحت بخوابه. اون درگیری اگه قدرت ها پشتش نباشه مگه میتونه الان هم 11 هم تو حماس کار بکنه فلان بکنه کجا مسلم نگردن. خب باهایت هم همیه، باهایت بهایی آدمای با شخصیت. آقا نابغه های ما که همه الان کشتن در رفتن فلان کردن اینا اکثر باهایی هن که تو باهایی هپلو هپو میبینی؟ حالا اگه یه باهایی اقتصادی و فلان و یه کار مالی کردی نه، یک نفر که همه نمیسوزن بهش، آدم خوب و بد همه جا داری. ولی اون تفکر قرة‌العینی، تفکر انسان سازی است که از 3 سالگی تو باید بچه‌ت آدم کنی، آدم بسازی، آدم حسابش کنی. تو بچه‌تون بزرگ هم میشه، آره بشه بچه‌ها صحبت نباشه، بزرگتر داری تو صحبت کنم چفته. این شیوهی که ما شیوه اوستایی، زرتشتی، آریایی است، از هزاران سال پیش بردیم با این شیوه. ادوان حجتیار میسازه یه مش خر احمق بی شعور. بچه‌ها ببخشید ها، همینید. یعنی اگه تو انجمن حجتی هستی همینی. بیایم اون طیف دانشمند جامعه رو سر ببریم مدرسه، نره مدرسه شو ببندیم. کار اقتصادی میکنه، اقتصاد رو شفوق و واگرد آورده والا، یو بگیریم گردنش بزنیم که آقای دزدی کرده این فلان کرده بلا. پادشاه یادتون رفته؟ میگو اینجا هر کسی بتونه تلاش بکنه پول خوب بسازه ما هم کمکش میکنیم، تلاش کنیم پول ساز باشید. بچه ها فهمیدید این درسایی که امروز بهتون دادم من رو میشناسید؟ من با حق و با ایران هستم و با ایرانیت و با خرد و با انسانیت. نرید تو بازی های استعمار، نرید تو بازی هایی که میخوان جنگ آخر زمانی راه بندازن و مرد آنگار. خوشبختانه در ارتش شاهنشاهی ما، در تمام نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، نظامی، ژاندارمری اینا وجود دارن. و من یه خبرم الان بهتون میدم دیگه، چون از حد گذشته نمیتونم غلطی بکنم من بهتون بگم. اون اینه که نظامی های ما هم دو جورن، یکی انجمن حجتیه خرا برای خودشان مشغولن، یکی هم اندیشمندان آریایی. سید هم امکان داره باشه، اسمش داشته باشه، ما مخالف مخالف نیستیم. چاگیرشون خیلی سید ها الان، خیلی کسایی که لباس تنشونه، اینها تو مدارس و دانشگاه های نظامی ایران خوب پوش کنید. به بهانه جغرافیا، به بهانه تاریخ، به بهانه اسلوب های جنگی، استراتژیک ها و تاکتیک های جنگی، تاریخ ایران پیش از اسلام رو درس میدم. ما الان در ایران بچه‌ای رو داریم درس خوندن، تحصیل کردن. تاریخ 7000 ساله آریایی رو که ما چند ساله داریم میگیم، اونا از من بهتر میدونن. پا به پای تاریخ رفتن، با ماهواره رفتن، با تجسس رفتن، با دانش رفتن، زیر دریایی رفتن، بالا اومدن، زمین رو شکافتن، استراتژیکوار جنگ های مادها، اشکانیان، هخامنشان، ساسانیان رو دنبال کردن، جنگ های اولیه ایران رو در برابر تازیان نماز هم میخونه، الله اکبر هم میگه، پشت سر خامنه‌ای هم میره. مصلحته، مصلحت بچه، مصلحته. تو توی ایران تو که هیچ پخی نیستی، میتونی بید اینا فوش خواهر مدرب چیزی بگی، بگی گرده گردن زدن که اون باید بتونه نفوذ کنه، پیش بره، که امروز فردا امید سیاوش اوستا باشه برای آزادی ایران. سردارای بزرگ، عمرای بزرگ،
ارتشی های بزرگ. این را از این بعد بدونید، اصولگرا اصلاح طلب اون این نداریم، ایرانی آریایی داریم، ایرانی آریایی، آریام یعنی ایران، از ایلامیان تمدن کهن تا ساسانیان و یک مشت عرب زده تازی خشن نوکر استعمار داریم، چون استعمار خودش یه اسلام رو ساخته، اسلام ما هم قورده. هر دفعه هم خب توی غرب روم، یه موقع توی رومه، یه موقع توی لندنه، یه موقع توی آمریکاست، یه موقع توی مسکوه، غربی غربه دیگه، رومن. ما در ایران ارتش آریایی داریم، بچه ها کار کرده و میکنن ایران را، من امیدوارم که آزاد میکنن و در این جنگی که میخواد راه بیفته، در این جنگ آخر زمانی که اجتناب ناپذیر هست راه میفته، ما اگر با جهان صالح و خرد و اندیشه باشیم، اصلا جهان خودمون جهان خرد و صالح باشه، پیروز هستیم. بعد این اولاغای شپشو خودشون فهمیدن، ولی چون اینها خودشون با سپاه دشمن هستن که از همون قدیم تا الان نقشه نابودی ما رو کشیدن، اینها میخوان ایران نابود بشه، و اینها خودشون بهتر میدونن که دیگه کسی با سلام و صلوات که جنگ ایران عراق رو نمیره که دیگه، الان که موسم جنگ ایران عراق نیست، سلام صلوات بفرستین بچه ما رو بفرستین رومین، همونه که رفتن رومین الان به شما فوش میدن، باهاتون میجنگن. الان نسل آریایی است که آماده است بهتون میدون، و تازه ما هم وقتی میریم تو میدون هر روز بگید چو ایران نباشد یکی تازی بیگانه دشمن در این مرز و بوم مباد، میریم بجنگیم. اگه روزی که رفتیم به جنگ برای پیروزی، نه برای کشته شدن، برای شهید کردن اونها افتخار می نمیدیم شربت شهادت رو بخورن، ما میریم تا شهیدشون کنیم. اینها معیارهای جدید زندگی و زمانه نو و زمان نو هست که آخر زمانم آمد، تموم شد، اونا تموم شد، شهید پروری که بریم بمیریم. بچه خود را نکشیم، اگه دیوانه میره خود اول پرد کنه اعدام میکنید، بریم گردیم با مهری هستان پاک. فردا روشن است اگر ذهن تو روشن باشه و اگر تو کمک کنی به روشن شدن ذهن ننه، عمه، بیبی، خاله، همسایت، از بیبی خاله نارو در بیاری، از خماری درشون بیاری. بچه ها الان یکی دیگه از تلاش ها و نبرد های شما باید مثل زمان حسن صبا دایی باشی، دایی یا اصلا دایی نمیگن، دایی 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 یعنی دعوت کنید به نیکی، دعوت کنید به شورش، دعوت کنید به خردگرایی، دعوت کنید به آزادی، دعوت کنید به نیکی در پندار، گفتار، کردار. درود دارم به برادرم امیر شجری عزیزم، مدام حالت خوب باشه، شاد باشی امیر جان، مرجان جان عزیزم، همه نازنینا و مهربانیاری که در سرسر جهان نشستن، ما میگن همه بچه‌هایی که این فیلم‌های قشنگ تاریخ ایرانی درست می‌کنن، آخ کیف می‌کنن، بچه گریه می‌گیره از محبت شما، از این قاصدک‌ها، بچه‌های قاصدکی روی یوتیوب کار قشنگ می‌کنن، تازیان رو معرفی می‌کنن، تحقیق می‌کنن. خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی سپاسگزارم، یعنی عشق با لبخند با منه، چون شما هستید. با بوسه و مهر، بدرود، خدا نگهدار. فرق نمیکنه اینجوری در اینجوری اونجوری. به نام نامی یزدان پذیرا میشوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبا، این همه خوبا. تو خوشم من عقد آریایی که همان پیوند خیشاوندی به سبک آریایی اثر استاد سیاوش عبستان می باشد، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می کنند و شخص استاد سیاوش عبستان با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی،
صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. ماشاءالله چه عروس خوشگلی اومدن. کی تو رو قشنگت کرده، مست و ملنگت کرده، کی تو رو زرنگت کرده، رنگ و ورنگت کرده، کی تو رو ملوست کرده، امشب عروست کرده، دومات کی بوست کرده، یه خورده لوست کرده. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. آمدم چو ابل جان از همه دیده ها نهان، آسوی جان و دیدگان. دارایی و نداری، تندرستی و بیماری، شکست و پیروزی، ناکامی و کامیابی، یار و یاور و هم و همراه و همزمان و هم آها باشد. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران. از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم هر جا منم پوشم، از جا مصفیدانم هر جا منم پوشم، هم ساری عوستایم هم آتشی زردوشم، هم ساری عوستایم هم آتشی زردوشم، ما آتشی زردوشتی ما کشتنم کشتم، ما آتش زردوشتی ناکشتنم کشتیم. اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم او هم وطنی ما بود، یک تاریخ از ما بود، یک تاریخ از دوسیم، هم وارسی خاموسیم، هم وارسی ناموسیم، هم شهری فلسطین، هم شهری اقبالیم، هم شهری بناموسیم، هم شهری به اقبالیم، هم شهری به اقبالیم. از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم. دیروز سلام سلام در برم پویاند بر این دراهی، دوست آمد ساو بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی، دوست آمد ساو دستم بگیر و خوایم کن براهی، دوست آمد ساو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام بگو درو، نگو شعر بگو سرو، نگو شک بگو سپاس، ولی مقصد همه خدا. اینجا ایرانه یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشی اکبری، زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، حادثیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال، میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.
هم برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاس.